سلام و درود خدمت یارانم، سام سببی هستم و این اولین جلسه آموزش زبان سومری، زبان خدایان آنناکی در ایران است که به شما عزیزان ارائه میشه. امروز تاریخ 36/1399 هستش و من سام سربی در خدمت شما هستم و به خاطر این تاریخ رو ذکر کردم که بدانید اولین بار و اولین ضبط آموزش زبان سومری توسط من در ایران صورت میگیره. خواستم خدمتتون بگم که من زحمت بسیار زیادی رو برای یادگیری این زبان کشیدم و از جیب خودم هزینه کردم، منابع بسیاری رو خریدم در کلاس‌های متعددی به صورت آنلاین با زبان‌های مختلف و با معلم‌های مختلف شرکت کردم و بی‌دریغ در این برنامه‌ها یک سری از اطلاعات رو و یک سری از مبانی و گرامرهای زبان سومری رو در اختیار شما قرار میدم. اما شما دوستان خواهشمند هستم که اگر به فرهنگ آنوناکی ها و سومریان باستان علاقمند هستید حتما در کلاس های تصویری خصوصی و آنلاین من شرکت بکنید، چون تمام مطالب رو در این جلسات نمیشه توضیح داد و تا جایی که ممکن باشه من سعی میکنم در اینجا یک گزیده یا یک حالت دیمانستریشن یا دموی رو برای شما به نمایش بگذارم تا شما بیشتر تشویق بشید و به این کلاس ها حتما بیایید و ثبت نام بکنید. زبان سومری زبان بسیار خاصی است. من قبل از اینکه شما این فیلم رو ببینید ازتون میخوام که حتما اول از همه سابسکرایب بکنید کانال من رو، لایک بکنید تا ما اعضایمون به حد نصاب برسه که بتونیم ویدیوهای طولانی تری رو در ویدیو در یوتیوب بار گذاری بکنیم و اینکه حتما قبل از اینکه این جلسه رو ببینید دو بخش پیش گفتار آشنایی با خط و زبان سومری و فرهنگ سومر رو حتما ملاحظه بفرمایید تا برای شما یه مقدار مطلب آشکارتر و روشن‌تر باشه. خب این جلسه می‌پردازیم به اینکه زبان سومری زبانی است که از تصویر نگاش ها و از اندیشه نگاش ها تشکیل شده. شاید بشه زبان کنونی چینی رو تا حدودی مقایسه کرد، کاراکترهایی که در زبان چینی هستند رو مقایسه کرد، اما من میتونم به صراحت به شما بگم که این زبان انسان نیست. نظر شخصی بنده است و شاید خیلی از باستانشناسا با این قضیه مخالف باشن و اونایی که خیلی آکادمیک هستن و به مسائل فراروانشناسی و فرازمینی در واقع اعتقادی ندارن مخالفت میکنن با این نظریه من، اما من به عنوان کسی که خب در چندین زبان باستانی دستی دارم و تدریس میکنم و این زبان رو چند وقتی است که دارم روش مطالعه میکنم و زحمت میکشم روی شناخت اون که بسیار هم مشکل هستش، باید بهتون بگم که خطی که در زبان سومری هستش واقعا کار زمینیان نیست، نمیتونی یک تصویر نگاشت ساده یا یک اندیشه نگاشت ساده باشه و رازهایی درون این خطها وجود داره که هنوز جای تحقیقات بسیار زیاد داره و من از جوانانی که در این دوره‌ها شاگرد من میشن همیشه این خواهش رو دارم که انشالله اگر در امر کامپیوتر، برنامه نویسی کامپیوتر یا در حالا علوم دیگری دستی دارن و اطلاعاتی دارن یا برای آیندهشون برنامه ریزی بکنن که ما بتونیم این خطوط رو از لحاظ رایانه‌ای و واقعا کامپیوتری بررسی بکنیم و تحلیلشون بکنیم. شاید در این جلسه من چند تا از این در واقع آیکون ها رو یا چند تا از این کاراکترها رو به شما نشون بدم و شما بگین خب این مثل زبان چینیه دیگه، اول شکل بوده و بعد تشکیل شد، تبدیل به این شده و بعد هم از این خط میخی یا کیونیفورم بابلی و اکدی و اینها شکل گرفته و بعد این هم خب شروع در واقع خط در جهان بوده. اما واقعا وقتی میبینیم جلوتر و پیچیدگی هاش رو میبینیم، میبینیم که حتی اگر یه جایی در مورد یک پیله در واقع یا یک باتری که حالا در اون زمان داشتن دارم صحبت میکنم، توی خط و اون تصویر نگاشتی که توی خط هست کامل فرمول اون پیل یا فرمول اون چرخ یا فرمول اون سفینه ثبت شده و این واقعا جای تحقیقات بسیار زیادی داره. بسیار زبان جذابیه و شما وارد یک دنیای جادویی میشین. من شما رو میبرمتون به 7000 سال پیش، 8000 سال پیش. البته مکتوب اولین اثر هستش از گیلگمش که خب اثر مکتوبی که ما میبینیم هست،
که البته اون هم به زمانه سامی نوشته شده و به خطوط سامی که یونیفرم نوشته شده. ایشالا در پیشگفتار شما ببینید توضیحات کامل رو. اما ما داریم صرفا به خط آنوناکی ها و سومری ها میپردازیم فعلا و وارد اون بخش سیلابلی خط و تحول خط نشدیم، چون بعدها ایران باستان خودمون هم از همین خط سومری وام میگیرن و خیلی از کتیبه خودشون رو مینویسن، اما در فرم سیلابلی خودش و در فرم بخشی خودش، که در این کلاس ما میخواییم زبان اصل خدایان آنوناکی یا امک یا سومریان باستان رو مورد بررسی قرار بدیم. امیدوارم که از این جلسات خوشتون بیاد و حتما در کلاس های من ثبت نام بکنین. شماره تلفن رو براتون میذارم و شما رو دعوت میکنم که برای تهیه یک سری منابعی که من در اینجا خب نمیتونم اونا رو بذارم و دوست دارم که از من، چون واقعا براشون هزینه کردم و پیشنهاد میکنم که اگر شما در کلاس های من شرکت بکنین اونها رو در اختیار شما قرار بدم که بتونین در واقع ترجمه این الواح باستانی بپردازین. لازم به ذکر هستش که تا به حال بالغ بر 1,000,000 و یا حتی بیشتر از الواح سومری در عراق پیدا شده اند که خیلی از اونها خب مخفی هستن. شاید از اون آثار ما در ایران خودمون هم داشته باشیم از آثار سومریان، و اینه که شاید 100,000 خورده ای فقط از این الواح هستش که ترجمه شده، حالا از روی عمد یا اینکه واقعا وقت نشده. و اما موزه بریتانیا خیلی از اونها رو داره در انبار خودش و کسانی رو استخدام میکنه که بتونن روی این الواح کار بکنن، اما خب هنوز تبحر کافی برای رمزگشایی این متون باستانی سومری شاید به دست نیومده و این شاید یه بابی باشه برای ما در ایران، از اونجا که ایرانی‌ها هوش بسیار بالایی دارن و من این جلسات رو به زبان پارسی برای شما ضبط میکنم و نخواستم این جلسات رو به زبان روسی یا اسپانیایی یا انگلیسی ضبط بکنم، فقط به خاطر اینکه مستقیما با ایرانیان عزیز در ارتباط باشم و بتونم اونها رو پرورش بدم تا بتونن انشالله این راه رو در آینده ادامه بدن و راز این زبان خدایان رو و به نظر من زبان فرازمینی‌ها رو کشف بکنند. خب شما رو دعوت میکنم ببینید باقی کلاس رو و اینکه در مورد تصویر نگاش ها و اندیشه نگاش های زبان سومری یا آنوناکی صحبتی داشته باشیم. خب من از تخته کنار میدم. همونطور که میبینید بچه ها اینجا تصویر نگاش هایی هستن. در اینجا ما می‌بینیم که به حالت خط میخی یا گوه مانند در واقع کشیده می‌شده خط اونها. این علامت در واقع یک دیترمینیتیو یا حرف تعریفی هستش که در ابتدای خیلی از کلمات می‌آمده و وقتی در ابتدای اون کلمه می‌آمده به این معنا بوده که داره از یک خدا یا از یک الهه یا از یک فرمانده فرازمینی صحبت می‌کنه. اینجوری بگیم بهتره. این علامت اسمش هست آن. آن به معنای آسمان یا خداست. اما این شکلی که میبینید خوانده میشود ای، اما من اینجا گذاشتم ای تو به دلیل اینکه ما از فرم تلفظی ای چندین نوع مختلف داریم، ای تو، ای ثری، ای فور، و این ای شماره دو هستش. من ای نوشتم ولی ای خوانده میشه، حالا بر اساس اون چیزی که در موزه بریتانیا رسم هست ای نوشته میشه و ای خوانده میشه. ای تو به معنای خانه و معبد هستش، یا خانه یا معبد. گال به معنای بزرگ، همینطور که میبینید شکلش به این صورت. گال. مو دو معنا داره، هم میتونه به معنای سال باشه و هم به معنای نام باشه. مو. شکل بعدی در اینجا تلفیقی هستش از دو تا. به عنوان مثال چگونه جمله ساخته میشده یا چگونه صفت موصوف ساخته میشده. اینجا ما ای تو رو یعنی خانه و معبد رو اگر کنار گال و بزرگ بذاریم مطمئنن میدونید چی میشه دیگه. ای گال یعنی معبد بزرگ. ای گال. آنک ای گال یعنی معبد بزرگ خدای آنکی ها آنوناکی ها. ای گال. گال یعنی بزرگ. ای گال خانه بزرگ. و در اینجا میبینیم لو که این تصویر براش هست به معنای شخصیت یا شخص هستش و وقتی میگه لو گال به معنای شاه یا مرد بزرگه. لوگال یعنی شاه. خب همینطور که میبینید الان فعلا ما داریم از تصاویر بسیار ساده صحبت میکنیم. این که ما بتونیم تمام این تصاویر رو حفظ بکنیم ممکن نخواهد بود. نمیدونم مغز اون موقعی ها چجوری بوده و چطوری حفظ میکردن، اما ما میتونیم با چارتی که در اختیار شما قرار میدیم بعدها وقتی گرامر رو به صورت حرفه‌ای درس دادیم شما ترجمه ها رو هم انجام بدیم.
خب دوستان عزیز، جلسه بعد اولین جلسه گرامر رو آغاز میکنیم، در مورد صفت، موصوف، اسم جمع و خیلی از مسائل دیگه صحبت خواهیم کرد. اما حتما خاطرتون باشه اگر میخواهید بیشتر و بیشتر بدانید حتما در کلاس‌های من شرکت بکنید، تا انشالله اون چارت رو هم بتونیم در اختیارتون قرار بدیم، تا شما بتونید توسط اون چارت الواح سومری رو ترجمه بکنید. و خوشبختانه با یک سر زدن به موزه بریتانیا و در واقع موزه‌های دیجیتالی که هستن، شما میتونید خیلی از این الواح رو به دست بیارید، اسکن اونها رو و برای مشق خودتون روی اونها کار بکنید و از چارتی که در اختیار شما قرار میدیم و دیکشنری که در اختیارتون قرار میدیم هم استفاده بکنید در آینده. تا جلسه بعد شما رو به یزدان پاک میسپارم. زنده باد ایران، زنده باد ایران زمین، زنده باد ایرانیان عزیز، مردمان باهوش و فرهیخته. عاشق همتون، سام سرابی.